سلام به دوستان عزیز، در این ویدیو همراه من باشین با آموزش مونتاژ کامل هوندا 125. در ادامه ویدیو همراه من باشین. با اولین کاری میکنیم میریم سراغ جا زدن پیستون. قسمت زیرش حتما پارچه بگذاریم که این خار خیلی ریز داره مربوط به پیستون هستش، از اینجا فرار نکنه بره قسمت پایین و دستون بیفته، که باز باید تمامی این قسمت ها رو دیگه باز بکنیم و به کارتل برسیم. پیستون موتور هم اگه توجه کرده باشین یک حرف انگلیسی این در این قسمت وجود داره. حرف انگلیسی این به معنای ورودی هستش، یعنی به سمتی که کاربرات هستش، یعنی موقعی که ما میخوایم پینو بگذاریم به این صورت باید باشه. کاربرات الان در این قسمت هستش و ورودی بنزین هستش، و برای جا زدنش یک طرف و پینش رو بگذاریم به این صورت و طرف دیگه پینو واردش میکنه. رینگ های موتور هم برخلاف یک دیگر قرار میدیم و به هیچ عنوان قسمت مربوط به باز شدگیشو به سمت اینو یا این قسمت دیگه قرارش ندیم. خب میرم سراغ جا زدنش. قبل از اون داخل خود شاتون یه خورده روغن میزنم و چربش میکنم کاملا به این صورت و پیستون رو قرار میدم. گیجینگ پین رو شروع به جا زدن میکنم. خب به این صورت و شروع به جا زدن خارش میکنم. یک طرفشو داخل میگذارم. به این صورت در جای خودش قرار گرفت و پیستون ما کاملا قفل شده الان. خب واشر رو در سر جای خودش قرار میدم. و حواس رو من به بوش راهنما در این قسمت باشه و میرم سراغ جا زدن سیلند. برای جا زدن سیلند انگشتی های طرف پایین رو یک خورده باز میکنیم دهانش رو و به سمت پایین فشارش میدم. خب به این صورت پیستون در جای خودش قرار گرفت و لازم به ضربه زدن نیست، شما خودش که فشار بدیم باید بره سر جای خودش و حواس موقع جا زدنش به این باشه که خود پیستون یه خورده کج و راست اینا میشه، راست کنه حتما و این قسمت دورش هم روغن بزنه. خب میرم سراغ جاگذاری واشر سیلن و سرسیلن. به این صورت و اگه توجه کرده باشین این قسمت سوراخش بزرگتر از سوراخ‌های دیگه هستش و اورنگ با قرار بدین. اورنگش هم به این صورت هستش و موقعی که شما اورنگ رو قرار میدین تا قسمت پایین میره قشنگ دور دایره خود واشر قرار میگیره و آب بندش میکنه به این صورت. خب میرم سراغ جا زدن سرسیلن. خب به این صورت در جای خودش قرار گرفت و سه تا چهار تا پیچ در این قسمت ها میخوره که یک توضیح ابتدا در مورد پیچاش بدم. دو تا از پیچ های ما با واشر هستن و دو تا بدون واشر هستن. خب عینکی رو در جای خودش قرار میدم و به این توجه داشته باشیم پیچ هایی که قسمت عینکی میخورن واشر ندارن
و خود همین عینکه یک جورای مثل واشه براشون حساب میشه. و دو تا پیچ دیگه این که قسمت جلو قرار میگیرن با واشر هستن. به این واشر حتما توجه بکنید که واشر داشته باشه. به این صورت و سایز 12 هستن و میرم سراغ صفر کردنشون. و پیچه خود سیلند رو قرار میدم در جای خودش، سایز 8 هستن و شروع به صفر کردنشون کنم. و پیچ دیگه هم که فاصله بین سیلند و سرسیلند هستش، سیلند و سرسیلند، واشر مسی حتما داشته باشه و به این صورت در جای خودش قرار میده. به این صورت. خب میرم سراغ جا زدن میل تایپیکا. حواستون باشه به اون قسمت پایین 3 تا سوراخ وجود داره و حتما سوراخ چپ و راست بندازین، سوراخ وسط اشتباهی نندازین که بره داخل خود انجین. و به این صورت ردش میکنم. انگشتی ها اگه قسمت پایین در جای درست خودشون باشن در اینجا گیر میکنه و وای میسن، و اگه شما اشتباه اونا رو یه خورده جمعتر گذاشته باشین اینا هم به سمت پایین میرن و داخل سیلند موتور میفتن. به این صورت در جای خودشون قرار گرفتن. و میرم سراغ جا زدن اسبک ها. اسبک ها حواستون باشه که 3 تا پیچ دارن که سایز 12 هستن و واشر مسی حتما با روشون وجود داشته باشه. کار سرسیلند تقریبا به پایان رسیده و فقط درب سوپاپ مونده که جا بزنیمش. واشر حتما اگه روغنریزی از این قسمت بالا داره واشرش رو تعویض کنید، و اگه بازم تعویض کردین و بازم روغنریزی داشت با سودت چسب مزدا ببندینش. خب 3 تا پیچ میخوره که پیچ ها سایز 10 هستن. خب اینم از اتمام کار انجین 125 سی سی. شما رو دعوت میکنم به دیدن قسمت های بعدی مونتاژ هوندا 125 و امیدوارم که این قسمت مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.